بسم الله الرحمن الرحیم علم فلسفه عرفان هرمونوتیک از منظر معرفت شیعی معلف استاد علی اکبر خانجانی به نام خدا فلسفی علم از منظر معرفت اسلامی صفحه چهار انسان هیچگاه نتوانست فقط به ارزای قرایز محدود خیش بسنده کند زیرا ذاتا حیوانی بسیار شدید و حریص بود همین نیروی شدید او را واداشت تا به خود و جهان هستی و ابدیت آن و لذا به وجود خلق جهان بیندیشد این نیروی شدید ایجاد کننده دانش بود در احادیث اسلامی میخوانیم که خداوند به عشق شناساندن خود این جهان را خلق فرمود و انسان را به این امر ویژه معمور ساخت و در قرآن کریم نیز میخوانیم که خداوند انسان را فقط به قصد پرستش خود خلق نمود و طبعا پرستش چیزی مستلزم شناخت آن چیز است و لذا امر پرستش معلول معرفت است و درست به همین دلیل طبق روایات اسلامی خداوند عبادات جاهلان را نمیپذیرد نیازهای شدید و بی انتهای بشر از یک سو و محدودیت حیات خاکیش از سوی دیگر و آگاهی او بر این محدودیت و مسئله مرگ او را به سوی تفکر و علم کشانید و این تلاش ذاتی برای رسیدن به آرزوهای بزرگ و حیات جاوی تلقی می شود که علوم و فلسفه ها و معنویت بشری معلول چنین وضعی در بشر محسوب می شود او نمیدانست که علم چیست علم به تدریج از وی آشکار شد و اکثرا همچون مولود ناخلفی بود که او را به شگفت میانداخت و گاه با آن بازی میکرد و گاه به واسطه آن به برکات بزرگ می رسید و گاه به واسطه آن حلاک میشد. به قول نیچه کویی که موشی به ناگاه کوهی زاییده بود. این واضح است که علم و معارف بشری تماما ذاتی متافیزیکی دارند و بارده از عالم غیب می باشند به همین دلیل همه مکاشفات بنیادی در علوم به واسطه الهامات آنی حاصل شدند. شرح حال بسیاری از این مکاشفات را در نوابقی چون نیوتون و بو علی شاهد بوده ایم. بنابراین علوم و کلن اندیشه های بکر از جنس الهام و وحی و اشراق می باشند در درجات گوناگون و از منابع گوناگون غیبی. همانطور که در قرآن کریم شاهد وحی شیاطین و اجنه هم به انسان ها هستیم. هرچند که در نگاهی عمیقتر همه عمیق بروزات رفتاری بشر و کل مخلوقات جهان حاصل وحی است و بدین طریق است که خداوند را فائل اصلی میابیم و کل مخلوقات او را مجرای فعل او درک میکنیم و گاه در مقام مفعول ماست. در اینجا منظور کلام بررسی پدیده جبر و اختیار نیست بلکه بررسی ماهیت علم است هر انسانی به واسطه تلاشهایش تعریف و قضاوت می شود اما این تلاشها دارای دو ماهیت و انگیزه است گروهی فقط برای حیات دنیا تلاش می کنند و مرگ را پایان می دانند و اما گروهی دیگر به حیات پس از مرگ و عالم غیب ایمان دارند و آخرت را یعنی پروردگار را هدف قرار میدهند این دو تلاش مولد دو نوع تفکر و تجربه و علم می گردد که طبعا یکی میراست و دیگری دارای روحی جاودانه است این دو دسته از مردم موسوم به کافر و مؤمن هستند و علم حاصل از آنها هم طبعا میتواند علم کافرانه و علم مؤمنانه نامیده شود ولی مردم عموما این گونه قطبی و سیاه و سفید نیستند و بلکه اکثر آنها در وضعی بینابینی به بینا سر میبرند که وضعی التقاطی و اشتراکی می باشد یعنی اکثر مردم در فعالیت خود هر دو جنبه از حیات را مد نظر دارند این گروه از مردم به زعم قرآن کریم مشرک نامیده می شوند که عموما دچار ابطال و ناکامی در تلاش های خیش هستند که این از ویژگی های شرک است به اصطلاح آمیانه این یک وضع خدا خرمایی می باشد که مخلوط خود به اضافه خدا محسوب می شود هرچند که این وضع سوم به لحاظ منطقی نوعی اعتدال به حساب آید ولی در معرفت دینی شرک است که به قول قرآن ظلم عظیم است و محکوم به بتالند. پس در اینجا مواجه با نوع سومی از اندیشه و علم و فلسفه هستیم علم مشرک این علم در قلم رو به فلسفه التقاط نامیده شده است که نوعی گزینش و مخلوطی از اندیشه های مادی و معنوی است که در فلسفه غرب فیلسوفی به نام لوکرتیوس را بانی آن دانستند که در سن جوانی خودکشی کرد در این قلم رو میتوان فیلسوفی به نام هراکلیت را در یونان یکی از بانیان علوم و فلسفه کاملا مادی و دنیوی و کافرانه دانست که انسان را فانی میخواند و همواره میگریست و لذا معروف به حکیم گریان بود در نقطه مقابل او حکیم دیگری در جزیره الئات ایتالیا به نام پارمینتز بود که حکیمی مبهد و روحانی و سوفیست بود که مورد آزار حکام و جاهلان بود یکی از شاگردان خلف این حکیم همان سقراط است که به واسطه فلسفه و آموزه های توحیدیش شهید گردید. این سه جریان در غرب ادامه یافت ولی نهایتا فلسفه ماتریالیستی و طبیعتگرایی و الهادی بود که بر جوامع مسلط گردید که جریان علوم و فلسفه های مشرکانه و التقاطی را همواره به همراه خود دارد و میپرورد. تا جایگزین دین حقیقی و معرفت توحیدی و علم الهی کند. شناخت جهان در محدوده ی حیات میرا و برای ارزای امیال حقیر دنیوی و شناخت جهان برای توسعه حیات و ابدی ساختن آن به سوی خداوند. این دو نوع شناخت و لذا دو نوع کاملا متفاوت از دانش را پدید می آورد و نیز نوع سومی که تلاش در اختلاط این دو دارد که البته نوع سطحی و عموما مصرف کننده و بیریشه است که عموم علوم و فنون روزمره اصر جدید را می توان از این نوع سوم به حساب آورد در حالی که علوم و حکمت های بنیادی یا کافرانه اند و یا مؤمنانه این دو نوع ماندگارترند ترند و طبعا علوم الهی همواره باقی ماندند و مرگ ندارند در حالی که بسیاری از اصول بنیادی علوم طبیعی در هر دوره ای دچار دو ابطال بین شوند. درست به همین دلیل هرگز فلسفه به نام فلسفه علم امکان پیدایش نیافته است. زیرا دارای بنیادی متناقض و بیریشه می باشد. با به تدریج طبیعی و الهادی که نتوانستند علم را دارای فلسفه کنند و فلسفه علم را بنانهند مجبور شدند فلسفه را علمی کنند و در این تلاش مدرن بود که فلسفه طبیعی و الهادی اروپا دچار فروپاشی و نیهیلیزم گردید تا آنجا که کسی چون هایدگر پایان فلسفه را اعلام نمود و لذا همه فلسفه های مدرن غرب به نیهیلیزم منتهی می شوند تلاش برای علمی کردن فلسفه بدان معنا بود که پدری چون نتوانست فرزندش را تربیت کند خودش تسلیم فرزندش شد و بچه گردید و بازیچه او گشت قرآن کریم علم کافران را بازیچه ای می میخواند که به واسطه آن رسوا و هلاک میشوند و علاوه بر این میفرماید که کافران خود را عالم و مؤمنان را صفیح میخوانند در حالی که خود جاهلند و نمیدانند و اینان با اینکه دنیا را میپرستند ولی حتی در باریان علم ندارند و علم دنیا نیز در نزد مؤمنان است این آیات و معارف قرآنی امروزه اکثرا تعین یافتند اندیشه و علوم کافران که برخواسته از انکار آخرت و قیامت است تماما دارای ذاتی حراسناک و سلطجو و متوحش و جنگافرین است زیرا حاصل احساس ناامنی و نابودی در جهان می باشد و در این حال با سلطه بر جهان تلاش می کند تا به نوعی کاذب به خود احساس جاودانگی القا کنند اندیشه ها و علوم حاصل از این منظر در قرآن کریم مصوم به علم بقی می باشد که دارای ذاتی بخیل و متجاوز و جنگ افروز است و در مقابل افکار و علوم مؤمنانه که اساسا در نزد انبیا و اولیا و مؤمنان خالص در هر عصری بوده است علومی صالحانه و خاشع و مهربان است و دارای ذاتی ایمن و سلیم و صبور و بخشنده است علم حراسان و علم ایمن علم متجابز و علم بخشنده در قرآن کریم مکررن شاهدیم که چه بسا مؤمنان با ابتلای به علم بقی به تدریج به ستم گراییده و ایمان خود را از دست میدهند. این واقعیت را امروزه نیز در جهان شاهدیم که مثلا چگونه انسانهای مؤمنی با چند سال تحصیلات دانشگاهی به کلی دارای استحالی روانی گشته به مفاسد اخلاقی می و به لحاظ اعتقادی نیز مشرک و نهایتا کافر یا منافق می شوند. و حربی اصلی آنها در قبال دین همانا بوت اعظمی است که علم نامیده می شود. این افراد فقط به لحاظ اعتقادی دوچار گرایشات ماتریالیستی و الهادی نمی شوند بلکه گام به گام در وادی عمل نیز به سوی ریا و ربا و زنا و دروخهای های مسلحتی می روند و گناهان را با تعابیر به اصطلاح علمی تقدیس می کنند. و تحت عنوان فلسفه هایی همچون آزادی و برابری به کفر خود لباس عظمت و علم می ولی امام محمد باقر علیه السلام که شکافنده علم است می که آن علمی که صاحبش را اصلاح نکند علم نیست بلکه جهلی است که لباس علم برتن کرده است در واقع این همان علم بقی است با نگاهی از منظر علم کلام و هرمونوتیک می توانیم معنای اصیلی را از واژه علم استخراج کنیم که منطبق بر عملکرد کرده واقعی آن است. واژه علم در قاموس قرآنی از مستر علمه به معنای نشانه گذاری راه است به سوی هدف. بدین ترتیب در اینجا علم به معنای یافتن راه به سوی خداست که هدف انسان و مقصد ذاتی خلقت است. پس در اینجا علم همان علم راهیابی به سوی کمال پروردگار می باشد یعنی علم دین زیرا دین هم در لغت به معنای راه می باشد پس می بینیم که علم و دین دارای معنا و ذاتی واحدند و از هم جدایی ناپذیر می باشند ولی در فرهنگ اروپایی واژه سیزن که مترادف علم باشد در مثر خود به معنای دستیابی و احاطه و تسلط و تملک می باشد و این همان ماهیت و هدف علوم یونانی است که تا به امروز آمده است و لذا می بینیم که علمگرایی اروپایی عین جهان است و به لحاظ فلسفی نهایتا الحاد و نیهیلیزم را به ارمغان آورده است و نیز صاحبان و حامیان اصلی این علم هم امپریالیزم و صاحبان قدرت مادی و طبه این همان علم بقی در فرهنگ قرآنی است که ذکرش رفت که از بخل و کفر برآمده و به نابودی جهان می رود. بنابراین اگر به ناگاه از علم میکروب شناسی سلاح های امهای جمعی پدید می آید و یا از فیزیک ذرهی بمب اتمی تولید می شود و یا در آزمایشگاه های تولید واکسن مالاریا ویروس ایدز بیرون میجهد خیلی هم جای تعجب نیست. علمی که بر انگیزه پرار از مرگ و قیامت و به هدف ایجاد حیات جاوید بر روی زمین و انکار آخرت فعالیت می کند علا رقم میل و آگاهی خود مولد مرگ و نابودی می شود. در اینجا بهتر می توان فهمید که به قول قرآن کریم علوم کافران چون بازیچهی در دستان هاست که با آن رسوا و حلاک می گردند. در قرآن کریم می خانیم که خداوند علم و حکمت را به مؤمنانش بسته به نیاز و جهادشان به درجات اعطا فرماید و آنچه که در نزد کافران است اساساً علم نیست همانطور که آنچه که در نزد منافقان است نیز اساساً دین نیست آن یکی علم سلطه جوست و این هم دین سلطه جوست و بهتر است که اصلا واژه علم و دین را از صفات آنها بزداییم تا حرمت علم و دین را پاس داریم علم واقعی در ذاتش صالح و مهربان و ایمنی بخش و متحد به انسان است زیرا برآمده از انسانها این مؤمن است که صالحند و متحد به پروردگارشان می باشند و دوستدار مردم با این تفاصیل می توان گفت که نظریه ای که علم را دارای ذاتی خونسا و بیطرف می داند و همچون ابزاری بی اراده در دست صاحبانش فرض می کند لاعقل از منظر قرآنی نظری باطل است علم ذاتا متعهد است زیرا از دین است و دین نیز چیزی جز تعهد نیست تعهد انسان به خود و خدایش و تعهد خدایش به بندگان از این دیدگاه حتی علم بقی هم دارای ذاتی متحد است ولی تعهدش به شیطان است و در ادابت به انسان دارای عهد و اراده مخوف می باشد همانطور که ابلیس هم به انسان تعهدی دارد که آن گمراهی انسان می باشد پس اگر علم بقی باعث گمراهی و تباهی و رسوایی پیروانش می شود نیز داله بر حضور تعهدی کافرانه به کافران است گفته می شود که مثلا از علم بیولوژی هم واکسن تولید می شود که موجب پیشگیری امراض مصری است و هم سلاح های میکروبی پس علم در ذاتش بی طرف و یا دارای تعهد و ماهیتی دوگانه و بلکه متضاد است و بستگی به صاحب و پیروانش دارد به نظر ما این نظریه بیریشه و سطحی است مثلا اینک بیش از یک قرن است که بشر موفق به کشف و خواص آنتیبیوتیک شده است و آن را در درمان امراض عفونی به کار می گیرد و نیز در نبرد بر علیه میکروب ولی محققین حاضق و سلیم این علوم اعتراف می کنند که این ماده در معنای نهایی نه تنها موجب براندازی میکروب ها و عفونت ها نمی شود بلکه رشد آنها را موزیتر ساخته و مبدل به امراضی مهلک و لاعلاج می گردد و بسیاری از امراض لاعلاج اصر جدید حاصل استفاده از واکسن ها و آنتیبیوتیک می باشند ولی مصرف کننده و صاحبان جهانی این علوم و فنون مطلقا به این حقایق اعتنایی ندارند و چه بسا آن را توجیه و انکار می کنند. زیرا سخن از منافع جهانی شرکت های جهان است که اساس امپریالیزم میباشند یعنی از بطن علم بقی جز شرارت و تباهی و نابودی حاصل نمی شود و فواید کوتاه مدت و سطحی این علم در واقع دامهای شیطان و فریب اوست تا انسان را به مسلخ و دوزخ برساند. یعنی قرار نبود که از همان آغاز، از بطن دانش میکروب شناسی سلاح میکروبی پدید آید و از بطن علوم ذرهای بمب نوترونی رخ نماید همانطور که طبق شیطان شناسی در قرآن همواره شیطان در مراحل اولیه ای کارش اعمال کافران را برایشان زیبا و فریبنده می سازد و آنان را مقرور می کند. تا آنجا که به قول قرآن در هر آنچه که می کنند هیچ تردیدی هم ندارند علم پرستی اصر جدید بیانگر چنین حالات و نشانه هایی می باشد. در قرن 19 هم شعار این بود که هر اندیشه‌ای که دیالکتیکی نباشد علمی نیست. در قرن بیستم این شعار تبدیل شد به این امر که هر باوری که آزمایشگاهی نباشد علمی نیست و هر نظری که با ریاضیات تطبیق نکند علمی نیست. و امروزه نهایتا این است هر نظری که با پول حساب نشود و پولزا و اقتصادی نباشد علمی نیست و این آخر کار علم است و خدای علم بقی پول شد و خدای همه پیروان این علم می بینیم که چگونه گام به گام راه تباهی بشر هموار شد برخی از فرزانگان بزرگ معاصر غرب بر ذات علم و حتی علمی بودن علوم اروپایی شبه ها و تردیدهایی عمیق وارد کردند که از آن جمله اند نیچه، بوسرل، هایدگر، اشپنگلر و حتی کسانی چون اینشتین ولی صدای اینان یا خفه شد و یا تحریف گردید و به فراموشی سپرده شد و با متهم کردن کسی چون هایدگر به گرایشات فاشیستی کل اندیشه او را تختعه نمودند ولی کسی چون اینشتین را که ضد فاشیسم بود متهم به جنون کردند و اما در تاریخ معاصر اسلام نیز کسانی چون اقبال لاهوری و دکتر شریعتی قدشه هایی بر کالبد تمدن علمی اروپا وارد نمودند ولی نتوانستند بر این خدشه ها دلایل علمی یا فلسفی و یا قرآنی ارائه کنند. ولی این تردید ها کار به جایی نبرد و حد اکثر موجب انقلابی اجتماعی بر علیه استعمار غرب شد که خود از برکات این تردید ها بود. مری شاید هیچ کس چون جلال آل احمد نتوانست این خدشه را از درب عواطف انسانی بر ماهیت تمدن تکنولوژیکی غرب وارد نماید. بدون تردید چون این کار کبیری از عهده علمای بزرگ اسلام برمیآید که از راسخترین در علم باشند و نه فقط مصرف کننده علوم خلع و تضاد بین دین و علوم غربی یونانی مهمترین و وسیعترین قلمرو تنش در تاریخ مدرن جهان و خاص اسلام بوده است از این قلمرو متفکرینی چون محمد باقر صدر مرتزا متحری، مهندس بازرگان و امثالهم سر برآوردند که سعی در پر کردن این خلق و یا به صلح و سازش رسانیدن علم و دین نمودند برخی از طریق علمی کردن دین و برخی از طریق دینی کردن علم و برخی هم از طریق التقاط و تلفیق علم و دین ولی هیچ کدام از این تلاش ها به سامان به هدفی نرسید و نهایتا اجده تکنولوژی بر همه ارکان دین و معرفت و حتی شریعت فرمان میراند و روند کلی در این سمت است. به نهایتا تکنولوژی و فرهنگ تکنولوژیکی متشرع و حلال گردد و این به معنای استحاله دین در دانش اروپایی می باشد. واقعیت تاریخی این است که اساس علم و حکمت از محضر انبیا و اولیا و حکیمان الهی شروع به جوشیدن کرده است. ولی اکثر شاگردان و پیروان آنان سعی در تبدیل و تحریف این معارف نمودند، و مذهب شرک را بنا نهاده و علم بقی پدید آمده است تبدیل آیات الهی از جمله قلم رو به اصلی پیدایش شرک و نفاق و علم بقی بوده که در قرآن کریم ذکرش آمده است همانطور که سامری از حکمت موسی علیه السلام علمی پدید آورد که گوساله را ساخت و بنی اسرائیل را گمراه نمود همانطور که از محضر حکمت علی علیه السلام هم سلمان فارسی پدید آمد و هم امراز و از محضر امام صادق علیه السلام هم با یزید بسامی رخ نمود و هم جابر ابن حیان همانطور که از مکتب سقرات هم افلاتون رخ نمود که بانی حکمت اشراق است و هم عرستو که بانی ماتریالیزم است و در دربار مقدونیه مبلد اسکندر جهان خار شد ولی این پدیده ها به ناگاه پدید نیامدند. فلسفه ماتریالیستی ارستو دو هزار سال بعد بود که الهادش را آشکار کرد. بنابراین خیرات گذرا و سطحی که در مراحل اولیه از بطن فلسفه های الهادی و التقاطی و علم بقی رخ می نماید، تناقضی با ذات کافرانه و شرورش ندارد. این از ترفندهای شیطان است. شیطان هرگز القاعات خود را از همان آغاز به صورت قول و حیولا و عذاب و نابودی آشکار نمی کند وگرنه کسی او را پیروی نخواهد کرد در طول تاریخ نوابق علمی بسیاری به ناگاه به ذات باطل و غیر علمی علوم رسیدند و به بیداری و انقلاب عظیمی در اندیشه و باورهای خود نائل آمدند شیخ بهایی از سلاطین فقه و علوم دوران خود در هفتاد سالگی کل علومی چون هندسه و نجوم را سنگ استنجای ابلیس خواند و زان پس متهم به جنون گردید و تا کنون هنوز هم متهم است کسانی چون غزالی و مولای رومی و بسیاری دیگر بر ماهیت ضد علمی علوم آگاه شدند و لذا بانی علمی دیگر شدند و فرهنگی آفریدند که جاودانه است آلبرت اینشتین از بانیان بمب اتم است و نیز در اواخر عمرش دچار این بیداری شد و بر علمی بودن علوم غربی تردید کرد و تنها راه رسیدن به علم حقیقی را معرفت نفس دانست و متهم به جنون شد و امروز نیز هر کسی که شهامت تردید در علوم غربی را داشته باشد متهم به جنون و جنایت و بنیادگرایی و تروریسم است امروزه ملاک عالم بودن همان مدرک تحصیلی است ولی آیا به راستی با بالا رفتن مدرک تحصیلی ذره ای هم بر عقل و حکمت و صلح و سلامت و آرامش و رشد معنوی هم افزوده می شود؟ حتی بر رفاه و سلامت دنیوی هم افزوده نمی شود و بلکه از آن کاسته می شود با اینکه که افزوده می شود دروغ های بزرگ و نمایشات رنگارنگ پیشرفت و خوشبختی است. اگر شاهد رشد جنایت های بزرگ در قلمرو دانشمندان بزرگ هستیم نباید تعجب کنیم. این علم بقی است. بسم الله الاعرف فلسفه فلسفه یک تعریف فلسفه فلسفه در معنای لغت و علم تعویل یا هرمونوتیک که دارای هویتی یونانی است به معنای عشق به حقیقت است یا حاصل ترکیب دو لفظ فیلو و سوفیا می باشد که فیلو به معنای عشق و تمایل شدید است و سوفیا هم به معنای حقیقت و معنای ذاتی و ابدی است ولی حقیقت به خودی خود در قلم رو به ادراک و منطق بشری هیچ تعریفی ندارد الا درباره و منوط به چیزی باشد حقیقت چیزها هر یه سؤال نمی شود که حقیقت چیست بلکه سؤال می شود که حقیقت فلان چیز چیست که در واقع بدان معناست که آن چیز واقعا چیست از اینجاست که فلسفه در ذات خودش چیزی جز هستی شناسی نبوده است آن هم شناخت چیزهایی که به ظاهر می شناسیم و در قلمرو محسوسات و ادراک ما قرار دارند بدین لحاظ فلسفه عین شناخت شناسی است یعنی اپیستمولوژی شناخت شناخت یعنی شناخت برتر و ماورا یا شناخت ذات غیبی پدیده ها فلسفه دارای ذاتی تماما متافیزیکی و مذهبی است و ذاتا در جستجوی معنای یگانه و جابدانی پدیده هاست و بلکه معنای یگانه کل جهان هستی به عنوان یک پدیده لذا توحید و یگان پرستی هم از هویت ذاتی فلسفه بوده است پس فلسفه همان ذکر توحیدی جهان در ذهن انسان است پس فلسفه فلسفه هم به مسابه به یاد آوردن ذات فلسفه است آنگاه که فلسفه از ذاتش بیگانه شده است و خود را گم کرده است پس فلسفه فلسفه به معنای رجعت به عشق حقیقت است و این بدان معناست که بشر امروز و بلکه متفکران بزرگ هم این عشق را از دست داده اند. از این روست که تلاش کسی چون مارتین هایدگر در این ذکر عظیم بس قابل ستایش و توجه است و نیز عظمت و جذبی اندیشه او داله بر نیاز بشر امروز به چنین عشقی به حقیقت است. تلاش ما در این مقاله نیز در همین است. و تلاشی زاکرانه است دو نیچه و هایدگر در فلسفه اروپایی از اصر حکیمان الهات همچون پارمینتس، جورجیاس، اگزنوفانس و زنون که سقرات آخرین آنان بود تا به امروز کسی جز هایدگر فلسفه فلسفه را مورد سوال و مکاشفه قرار نداده است. بدین لحاظ بایستی وی را به راستی تنها فیلسوف واقعی اصر جدید در تمدن غرب دانست که یک بار دیگر عشق به حقیقت را برانگیخت هرچند که خود او این عشق را مدیون فردریک نیچه میداند و اصلا تفکرات فلسفیش را با تفسیر زندگی نیچه آغاز کرد و نیچه را هم ردیف سقرات قرار داد احساس هایدگر به نیچه نیز از جنس احساس افلاطون به سقرات و کلا از نوع ارادت عرفانی است نیچه هستی شناسی را مد نظر قرار داد و آن را در قلمرو تمدن اروپایی از منظر عشق به حقیقت بمباران نمود و خراباتی بر جای نهاد و خود را کاملترین نیهیلیست اروپا نامید و هایدگر از منظر شناخت شناسی وارد این خرابات نیهیلیستی شد و موفق به کشف هستی فضاته و وجود محض شد و لذا یا مکتب اصالت وجود را بنا کرد در واقع نیچه فیلو یعنی عشق را به فلسفه بازگرداند و با هایدگر این عشق را به قلم شناخت شناسی آورد ولذا کل فرابرده های تمدن اروپایی را که محصول فلسفه بدون عشق عرستویی بود پوچ ساخت و از این رو به لحاظی هایدگر بانی نیهیلیزم منطقی در عرصه علم و تکنولوژی گشت و مرگ تمدن عرستو را نوید داد که تمدن محض صوفیایی بود یعنی تمدن به اصطلاح خردگرایانه و ذهن پرست که عشق و دل انسان را به کلی منکر است و آن را لایق صوفیا و فلسفه نمی داند. و جالب این که خود نیچه نیز یک فیلولوژیست بود منتها فیلولوژی در عصر نیچه از روح عشق توهی گردیده و خود قربانی منطقه علیتی و صوفیایی شده بود ولی لذا نیچه کل این علم و تحصیلات خود در این باب را تردلع نمود و از دانشگاه هم گریخت تا فیلو را احیا کند و به راستی در چون این گفت زرتشت این احیاگری رخ نمود و پس از حدود دو هزار سال یک اثر راستین فلسفی در اروپا پدید آمد که عشق و حقیقت را به هم آمیخته و به اتحاد رسانیده بود و از این اتحاد انسانی کامل به نام ابر انسان پدید آمد که سیمایی سقراتی داشت و این ابر انسان در فلسفه هایدگر مبدل به چوپانی شد که ناجی آخر الزمان است و مظهر عشق و حقیقت تو امان است سه طلاق سوفیا از فیلو تاریخ فلسفه اروپا از زمان صغرات و افلاتون تا نیچه و هایدگر تماما جریان جدایی فیلو و سوفیا است و نبرد سوفیا بر علیه فیلو به انزوا رفتن عشق و جلوگری های سوفیایی به کل جریان علوم و فنون و هنرهای اروپایی می باشد که به ناگاه کسی چون نیچه همچون ظهور روح فیلو برخواست و بر صوفیا و فراورده هایش تاخت و تمدن صوفیایی یعنی تمدن خردگرانه اروپا را در هم شکست تمدن صوفیایی که پیامبرش ارسطو بود در طی حدود هزار سال جنایاتی عظیم آفرید و پس از رسوایی و فروپاشی به لباس علم و آزادی ملبس کردید و مبلد رونسانس شد که نفاقی بزرگتر بود ولی نیچه این نفاق را درک نمود و رسوایش ساخت و لذا مطرود عرستویان گردید و به قول خودش اگر او را همچون سقرات محاکمه نمیکنند و یا همچون دوران قرون وسطا در میدان شهر به آتش نمیکشند، نه از انسان دوستی آنان است بلکه بدان معناست که اصلا انسان فراموش شده است و خلاصه اینکه نیچه و هایدگر یک بار دیگر سعی نمودند تا فیلو و سوفیا را به عقد یکدیگر آورند و فلسفه را زنده کنند. چهار معنای فلسفی روسانس میدانیم که رونسانس در لغت نیز به معنای تجدید نظر و دگربار بار نو شدن و احیاگری است ولی احیاگری یعنی چه؟ احیاگری خرد و حقیقت یعنی یک بار دیگر سوفیا را به میان آوردند. سوفیایی که در طی بیش از هزار سال در دست استکبار اشراف اروپا و نفاق یهود جان سپرده بود و لذا این دوران تماما مواجه با ظهور متفکری نیست که جملگی روی به شناخت شناسی آوردند یعنی سوفیا شناسی که در قلم رو دین کسی چون مارتین لوتر آلمانی و از قلمرو دانش هم کسی به نام ولتر از مهمترین بانیان اصر احیاگری سوفیا می باشند. و جالب این که هیچ یک از این دو فیلسوفی حرفه‌ای در معنای کلاسیک آن محسوب نمی‌شوند ولی این دو صاحب حداقل عشقی به حقیقت هستند که در آن دوران کاملا منقرض شده بود زیرا در قرون وسطا سوفیا به واسطه جدایی از فیلو به عرصه انحطاط رفت و قربانی گردید و لذا قایت این دوران چیزی جز جنون و جنایت نیست جنون و جنایتی که در مدرسه رخ نمود و لذا کل این دوران موسوم به اصر اصالت مدرسه یا اسکولاستیک است که پیامبرش عرستو بود و حواریش هم نفاق روحانیت یهود روحانیتی که لباس مسیحیت برتن کرده و کتاب مقدسش آثار عرستو بود نه انجیل در این دوران دو چیز بود که محاکمه و معدوم می شد عشق و حکمت یا صوفیه زیرا عشق را جنون می دانستند و حکمت و خرد را هم جادو و لذا همه اشاق واقعی حقیقت یعنی همه مؤمنان و متفکران در آتش سوزانده شدند گالیله هم به واسطه ایرادش بر اندیشه های نجومی ارستو محاکمه شد نه کتاب مقدس جوردان و برونو هم متهم به جادوگری گشت همانطور که ژاندارک متهم به جنزدگی شد 5. جنگ ارستو و افلاتون درک محاکمه سقرات حکیم به مسابه درک کل تاریخ فلسفه اروپا و بلکه تاریخ تمدن اروپایی از آغاز تا کنون می باشد. سغرات حکیم علنا در جریان محاکمش خود را صاحب رسالتی الهی و حامل وحی آسمانی خواند. وی در دوران جوانی برای مدت کوتاه عضو پارلمان آتن بود ولی به سرعت انزوا گزید و به تدریج به سوی مردم کوچه و بازار رفت و مستضعفین را مخاطب قرار داد و از همین دوره مورد تهدید صاحبان قدرت و اشرافیت یونان واقع شد و حبس گردید. در دوران محبس خود افلاتون نیز به همراه او بود و مستمرا استاد را دعوت به سازش می نمود تا دست از رسالت بردارد و دوباره به همکاری با پارلمان آتن پردازد و از این طریق حکمت خود را از بالا به پایین اشاعه دهد ولی سقرات نپذیرفت و بین مرگ و آزادی مرگ را انتخاب کرد ولی افلاتون آزادی را برگزید و از راه و روش سقرات گام به گام دور شد. قاضی محاکمه سقراط نیز دورانی از شاگردان وی بود که اینک عضو پارلمان و از اشراف آتن محسوب میشد و توانست افلاتون را از مکتب استادش به توبه بکشاند و آزاد نماید. ولذا با شهادت خودخواسته سقرات رسالت و حکمت توحیدی او به شهادت رسید و به طرزی حیرتابر به حیات تاریخیش ادامه داد ولی نه در اروپا بلکه در جهان اسلام و در قلمرو حکمت توحیدی و عرفان اسلامی و اما انشعاب افلاتون از مکتب سقرات به شیوهی بس رندانه و گام به گام رخ نمود که در کتاب دیالوگ اثر معروف از شاهدین که چگونه با تناقضگویی های دیالکتیکی و به شیوه یکی به نعل و دیگری به میخ زدن هم حکیمان الیات و سقرات را به طور غیر مستقیم به استحزام میگیرد و هم خود را وارث آنها معرفی می کند می دانیم که سقرات کامل وارث حکمت توهیدی حکیمان الات همچون پارمینتز، پروتاگوراس، زنون و اگزنوفانس و جورجیاس بود و او را سوفیست می نامیدند. و سوفیست کسی بود که به سوفیا رسیده و خود مظهر حقیقت بود همچون معنای صوفی در عرفان اسلامی و این مقامی برتر و رفته از فیلسوف به معنای عاشق حقیقت است ولی این نکته بس مهم نیز قابل توجه است که گروهی از شاگردان فرصت طلب و مقلد مکتب الهات که از معارف استادان این مکتب فقط در جهت جدل و جلوگری و قدرت طلبی ها استفاده می کردند معروف به سوفیست بودند که استادان خود را بدنام می نمودند. و علاوه بر این حکام وقت و اشرافیت آتن هم به عمد به این تبلیغات سوء و بدنامی دامن می زدند. تا این حکیمان را در میان مردم مطرود سازند. این تبلیغات درباره سقرات حکیم به اوج رسید تا آنجا که سقرات حکیم حتی نام سوفیست را از خود برداشت. مشابه چون این ماجراهایی را در صدر اسلام و خاصه در عصر خلفای بنی عباس در باری علویان و شاگردان امام صادق شاهدین و نیز ماجرای موسوم به قالی گری که هدفی جز بدنام کردن امامان نداشت این ماجرا در یونان عصر سقرات به جایی رسید که سوفیسم مترادف با سفسته گشت تا آن حد که حتی تا به امروز حتی در متون و مراکز فلسفی هم حکیمان الاعات را اهل سفسته می دانند که گویی هنری جز جدل کلامی نداشتند و مربج بحث هایی به قصد ترویج فساد و فتنه بودند ولی یکی از اتهامات درجه اول سقرات اشاعه فساد در میان جوانان بود پس از شهادت سقراط، افلاتون دچار یک استحاله عظیم فکر و محافظ مهلک در قلم رو اندیشه شد و آکادمی خود را بر همین اساس بنا نهاد که کانون جوانان اشراف در جهت کسب به اصطلاح فلسفه بود ولذا به سرعت به بنبست رسید زیرا دوچار شرک و نفاقی عظیم در فلسفه بود وی از طرفی در دورانی ادعا کرده بود که بزرگترین آفت فلسفه همان گرایشات ریاضیاتی است و مدتی بعد بر سر در آکادمی خود نوشت که کسی که هندسه نمی داند وارد نشود. سقرات ثابت کرده بود که فلسفه هدفی جز خودشناسی ندارد و به طریق کسانی چون هراکلیوتس و دموکریتوس را منحرفین از فلسفه اعلان کرده بود. ولی افلاتون از مکتب سقرات فقط صورت ظاهری آن یعنی دیالوگ را که مصاحبت پیر و مرید بود در آکادمی خود وارد کرده بود ولی از ماهیت توهی بود ولی نخستین کسی که با خود افلاتون به بنبست رسید عرستو شاگرد نخبه وی و رئیس آکادمی او بود که به تدریج به جنگ آشکار با استاد رسید و انشعاب نمود ولی او نیز همچون افلاتون تا به آخر خود را تنها وارث و وسیع استاد اعلان می کرد که عملی بس منافقانه و ریایی بود این ریا و نفاق خود عرستورا را با خود به بنبست روحی و به خودکشی کشانید و بالاخره خودکشی نمود و این واقعه به طرزی بس حیرت در کل تاریخ فلسفه اروپا به نسیان سپرده شد چرا که پیامبر فلسفی اروپایی و پدر این تمدن چگونه میتوانست خودکشی کرده باشد و تنها کسانی که در عصر جدید اروپا خودکشی عرستو را به یاد آوردند کسانی چون هایدگر و یاسپرس بودند که قادر نبودند هیچ تفسیری فلسفی بر این خودکشی عرصه کنند این نفاق فلسفی در همه جای تاریخ به صور متفاوت در میان شاگردان حکیمان و انبیای الهی و امامان رخ داده است و زمینه فلسفه ضد فلسفه و مذهب ضد مذهب و عرفان ضد عرفان بوده است و اساس نفاق معنوی محسوب می شود. رابطه امرو آس با علی علیه السلام و رابطه حسن بسری با امام صادق علیه السلام از جمله نمونه های مشهور در جهان اسلام است. انشعاب افلاتون از سقرات و سپس انشعاب ارستو از افلاتون نخستین مرحله از انشعاب صوفیا از فیلو می باشد. انشعاب خرد از عشق، انشعاب ذهن از دل، انشعاب روح از تن، انشعاب متافیزیک از فیزیک انشعاب دنیا از آخرت آن هم نه انشعابی آشکار و صادقانه بلکه انشعابی به قایت زیرکانه و ریاکارانه این انشعاب در طی حدود دو هزار سال بالاخره جبران آشکار و رسوا شد که قلم رو به ظهور فلسفه های ماتریالیستی و ناتورالیستی و نیهیلیستی است که به مسابه پایان عمر نفاق فلسفی و ظهور آشکار کفر در فلسفه است در این انشعاب تدریجی و تاریخی بالاخره معلوم شد که صوفیا یا خرد و ذهن به خودی خود محکوم به ابطال است همانطور که قایت این جریان ظهور نیهیلیز می باشد و پایان عمر تاریخی فلسفه اروپایی ارسطویی که از زبان هایدگر تحت عنوان پایان فلسفه اعلان گردید. و اینکه عقل ذهنی بدون عشق محکوم به جنون تا سرحد جنایت است و حتی در درک و تفسیر علمی جهان ماده به نابودی میرسد و دچار خودبراندازی میگردد این خودبراندازی از عرستو آشکار شد ولی عبرتی حاصل نگشت تا آنجا که فلسفه های مدرن اروپایی جبران به خودکشی میرسند و مکتب اصالت وجود اروپایی عین اصالت عدم است حتی در قلم رو به منطق آخرین فیلسوف ریاضیدان یعنی کورت گودل در برهان معروفش به دانجا می رسد که هر قضیه منطقی و ریاضی درست به همان دلیل که نادرست است درست است و بالعکس این ظهور ابطال ذاتی فلسفه اروپایی است و در اینجاست که معنای فلسفه ضد فلسفه آشکار می شود و منطق ضد منطق انشعاب عشق و متافیزیک از منطق و فیزیک حتی در فیزیک ذره ای تا آنجا رفت که ماده جهان را بر ضد ماده یافت و ضد ماده را اصل ماده خواند